بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا يا محول الحول والأحوال، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال، حول حالنا إلى أحسن الحال. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام مردم، سلام به روی مثل ماهتون. عید همگی مبارک. 100 سال به از این سالا، گفت 1402 بری که دیگه بر نگردی ایشالله. به افتخار خودتون ایشالله زنده باشین، سال پر از خیر و برکت و رحمت و نعمت و سلامتی و و بالاتر از همه سال ظهور مولامون امام عصر علیه السلام باشه. پر از شادی باشه برای ملت ایران، برای همه فارسی زبانان، برای هر کسی که دلی در گروه نوروز و تحویل حال داره، و خدا انشالله حال ما رو به احسن حال بدل کنه، که احسن حال روزگاری است که امام معصوم حاضر و ناظر باشه. خوش اومدین به محفل همتون، خیلی خیلی خوش اومدین به محفل. به افتخار خودتون، به افتخار میزبانامون، به افتخار شرکت کننده هامون، به افتخار مجری مخلص، به افتخار مردم ایران. هلت يا ربيع هلالك، متعت الدنيا بجمالك. هلت يا ربيع هلالك، متعت الدنيا بجمالك، متعت الدنيا بجمالك. هليت يا ربيع، هليت يا ربيع، انت الربيع للروح والعين. صلوا على جد الحسنين، انت الربيع للروح والعين. صلوا على جد الحسنين، طه حبيبنا والشفيع فينا، صلوا عليه بقوى الإيمان، سيروا عدربه بيرضى الرحمن. هلت يا ربيع هلالك، متعت الدنيا بجمالك، متعت الدنيا بجمالك. هلت يا ربيع، هلت يا ربيع. الله الله. ممنونم از استاد رضوان عزیزم، و امیدوارم که افطار اول سال 1403 با
به کام همه مردم ایران شیرین باشه. آمین. استاد رضوان چقدر لباستون زیباست. برعکس خودتون ما اجملك اليوم. يا الله انا اقتبس الجمال منكم من اساتذتي حبيبي في هذا الفريق المبارك. التمس الجمال من هذا الجمال. اشكرك حبيبي اشكرك. حسن این تو چرا انقدر ساکتی آخه؟ حبیبی عید مام عید شماست. حتما. بله حتما 100%. عید شما مبارک. عید شما مبارک. همه حاضرین که اینجا در استودیو هستن همشون عیدشون مبارک باشه. برکت ما رو میبینه. بیننده برنامه محفل هر جا که هستن داخل ایران خارج ایران کردستان عراق نوروز دارن و مراسم خاصی دارن عیدشون مبارک. هر جا که هستن همه مسلمان همه اونایی که نوروز دارن انشالله که 100 سال دیگه بقیهشو بگو. ایشالله سالی دیگه همه با هم کربلا باشیم سال تحویل. انشالله. البته سال دیگه یعنی 100 سال دیگه حاج آقای بلقاسمی دیگه میشه 290 سالشون میشه. نه توبه نمی کنن. نه آقا تماشون سالمایی با هم آشتی کنیم. آره قراره که آشتی کنیم. بله حبیبی بیرون وایسا. آقا عید شما مبارک. عید شما مبارک. عید همه شرکت کنندگان بینندگان عزیز. آقا رسالت عید شما مبارک. عید نوروز توسط اهل بیت هم علیه السلام بزرگ داشت می شده با اینکه بعضی وقتا نمی دونستن که برای چی، ولی عید تعیین وصی بوده برای پیغمبران، تعیین ولایت و وصایت در عید یعنی مطابق عید نوروز می شده، در نیروز که ما یا نیروز در حقیقت می شده. و اتفاقا تو همین تاریخ ها هم بزنید که تبدیل تاریخ می کنه، عید قدیر نوروز بوده، اول نوروز بوده. احسن. از این جهت یه تبریک مضاعف هم باید گفت. قدیر شمسی دیگه. قدیر شمسی. بله بله حاج احمد. خب من دوست دارم به همه عالم عیدی بده با بزرگ بهم. به همه عالم عیدی میخواد بده. من فکر میکردم فقط دو تا دشمن تو این محفل دارم. دشمن؟ هاشو سه تا. آره دیگه دشمن؟ نه تو ول میکنی نه. حالا آقا رسالت من اضافه شد. من که ارادتمند شما. مخلصت هم اصلا. من دار شما. مردم شما رو دوست دارم. من آقا به همه شرکت کننده. میخوام نشون بدن چجوری دوستتون دارم. ارادت. چقدرم خوشتیپ به امروز. آره آقا عید نوروز همه لباس پلوخوریاتون رو پوشیدی خدا. آقا عید نوروز به همه شرکت کنندگان عزیز، شما، حامد، استاد، آقای قاسمیان و بینندگان عزیز. من چی؟ به غیر از حسن مبارک. حامد جان تو هم تبریک بگو. عیدتون مبارک. انشالله که سال خوبی باشه، بهتر از سال قبل. انشالله همین. خیلی حرف تو همین یه جمله هست. همه داشتی کنیم همین یه قسمت رو فقط. آره همین چند لحظه رو اگر. آره از فردا دوباره. آره آره برمیگرده. کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید فهو عید. ماشاءالله بی گناه این امسال شمسی رو پس ما همیشه عید داریم جز حسن این. خب پس آشتی نکنیم دیگه. نه آشتی باشین کلن صلح و صفا خوبه. یه بار دیگه به افتخار خودتون بریم برای اولین مهمان امروزمون. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
يا سلام الله يا سلام برافو میگه که جان آمده رفته، هیجان آمده رفته، نام تو گمانم به زبان آمده رفته، احیا نگرفتم، تو بگو چند فرشته صف از پی صف تا به اذان آمده رفته، پلکی زده ام خواب مرا آمده برده، پلکی زده ام نام رسان آمده رفته، به به. امسال نبرده است مرا روزه، فقط گاه بر لب آتشی مرسی خان آمده رفته، من در به در او به جهان آمده بودم، گفتند کجایی به جهان آمده رفته، ترسم که به جایی نرسم این رمضان هم، بسیار به عمرم رمضان آمده رفته. آخه یه وقت نشه احوال آدمی مثل من بشه این بیت، بذاری چهارش رو دعوت کنم. اصلا آقای دکتر محمد مهدی سیار عزیز تشویقش بکنی. دکتر جان بفرمایین. سلام. سلام ارادت. مخلصی. مخلصی. سلام سلام. خوش اومدید. سلام سلام علیکم. سلام علیکم. ارادتمندم. خیلی خوش اومدید. آقای دکتر محمد مهدی سیار از جمله شاعران باسواد، فاضل و شعراشو میشناسین، ترانه هاشو میشناسین، برای خواننده های بزرگ ترانه هایی گفته که توی دهنا چرخیده. این موفقیت یه شاعره که شعرشو بخونن.
تو ذهن هک بشه. مثلا برای محمد معتمدی، سالار عقیلی، اون کار معروف حالا که میروی محمد معتمدی مثلا مال آقای دکتر سیاره. میگم یه یاداوری براتون بکنم و کارهای فراوون دیگه. دکتر جان بسم الله، سلام علیک کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. شعرم یک سر فدای این یک مصرع بر خاتم انبیا محمد صلوات. خیلی لطف دارید آقای بوذری عزیز که شما هم به فضل و ادب شهره اید و سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و حاضران در این جمع نورانی و قرآنی، در خدمت شما هستم. سلامت باشید. اول دکتر به من بگو که برنامه پارسال ما رو میدیدی؟ من چند قسمتی رو و بخش‌هایی از قسمت‌های زیادی از برنامه رو توفیق داشتم دیدم و خیلی لذت برد و خدا قوت میگم یه تراز تازه‌ای از برنامه معارفی، از برنامه دوست داشتنی، دین دوست داشتنیمون با همه تنوع و رنگارنگی که توقع داریم در یه ماه رمضان ببینیم، حالا امسال هم که دیگه عیده و با نوروز همراه شده این برنامه، این شادی و معنویت همراه با هم رو ایشالله در برنامه شما ببینیم. این بیتو شنیدید؟ میگه درد مرا که هیچ طبیبی دوا نکرد، درد مرا که هیچ طبیبی دوا نکرد، مرهم نهاد نسخه ای از دست خط دوست، مرهم نهاد نسخه ای از دست خط شعری که خیلی لذت بخش شنیدن آدم، شعری که خودش گفته رو با این زیبایی احسن شعر دکتر سیار بود. من بگم این بیت آقای دکتر محمد مهدی سیاره که برای برنامه محفل گفتن و تیتراژ برنامه محفله که آقای قاسمیان خوندن و صدای حامد هم که شاهکار. آقا قیمت تیتراژ بالا نبری از این بعد اگه پیش. اول کار با بسم الله یه شعر برامون بخون. در خدمتم. بسم الله، بعد میخوام حرف بزنیم، گپ بزنیم. صبحیم و از خزانه شب بردمیده ایم، صبحیم و از خزانه شب بردمیده ایم، آری قسم به شب، شب رفته سپیده ایم، آری قسم، قسم به شباندم که رام شد، رفته است رفته رفته شب و ما رسیده ایم، شب بود و شبهه شایعه قهر آسمان، از هر شهاب زخم زبانی شنیده ایم، گفتیم قهر نیست خدا، آشتی است او، گفتیم ما که این همه نازش خریده ایم، گفتیم ما را گفتیم قهر نیست خدا، گفتیم قهر نیست خدا، آشتی است او، گفتیم ما که این همه نازش خریده ایم، ما را به حال خیش نخواهد گذاشت، ما سختی کشیده ایم، یتیمی چشیده ایم، آخر خودش هم از دلمان در می آورد دنیا و آن چرا که شنیدیم و دیده ایم، دریا مزن به سینه ما دست رد که ما گر قطره ایم از آب وضوعی، چه
چکیده ایم. احسن بح. بح. چقدر خوب. ممنونم ممنونم. چقدر خوب شاعرانگی رو کیف کردین. گل قطره ای مذاب وضوعی چکیده ایم. خیلی خوب. و اصلا آقا عید توأم بوده با این دور هم نشستنا و شعر خوندنا و تفعل به حافظ زدنا و حالا هم که دیگه مارمزونه. میگه ندیدم خوشتر از شعر تو سیار به قرآنی که اندر سینه داری. البته اون موقع هم گفتن حافظ. حافظ. لطف شما. استاد قاسمی. البته ما قرآن از رو میخونیم آجا خیلی. ولی اینی که خوندید شما شبیه آره شبیه قرآن بود. آره انگار آیات قرآن بود. آیات قرآن بود. آره خیلی. من داشتم نگاه می یه واجارایی خیلی مشتی هم که تو شب بود و شبهه شایعه قهر آسمان از هر شهاب زخم زبانی شنیده. این بگیم واجارایی حال داریم درس پس میدیم پیش استاد. سلامت باشین. ولی واجارایی زیبا. من به نظرم ایشون شعرهای دیگه غزلهای دیگه ای که مستقیم اشارات قرآنی داره از این بیشتر هم داره. درست آقا؟ بله ولی من عمدن این رو انتخاب کردم از این جهت که یه اشارات پنهانی سعی کردم به قرآن در این شعر باشه که حالا نمیدونم جا افتاده، یعنی در واقع تونستم این رو برسونم یا خیر، و اینکه نزدیکی در واقع شعر به قرآن بدون اینکه اشاره مستقیم و تلمیح و تضمینی توش باشه. بله آره نه خیلی شبیه مثلا چی بود آیشه آره آخر خودش هم از دل ما در می آورد بلا سوف یعطی که رب که فتر زا بلا ما را به حال خیش نخواهد گذاشت. آره دنیا ما سختی کشیده ایم یتیمی چشیده ایم. آره علم یجد که یتیمم فعاوا چه قشنگه. بله در واقع من سعی کردم کل یک غزل رو بر اساس یه الهامی یا مثلا یه پیوندی با یک سوره از قرآن پیش ببرم که اسمش رو هم گذاشتم دم صبح، یعنی همون زها، سوره زها. آفرین. بله اینجایی که مثلا گفتیم قهر نیست خدا، آشتیست او، گفتیم ما که این همه نازش خریده ایم، ما بد در کرب بکه و ما قلا. بله اینم من در یه غزل از حافظ دیدم، یعنی یک غزلی هست که خیلی شگفت انگیز بود برای من، غزلیه که از اول، یعنی از بیت اول تا بیت آخرش بدون هیچ اشاره مستقیمی یه پیوندی با هر بیتش با یک آیه از یک سوره برقرار میکنه بدون اینکه ترجمه منظوم کرده باشه ها. یعنی انگار اون سوره رو خونده و در وجود خودش تهنشین کرده و بعد از زبان خودش با اون سوره گفتگو کرده و این یه غزل خاصی از غزلهای حافظ. حالا من میخونم ابیات این غزل رو ببینم شما تصدیق میکنید یا خیر. بارها گفته ام و بار دگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. شما چی فکر میکنید؟ چه آیه؟ من پیداش کردم آیه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. احسنت. ماشاءالله درود باشه. حالا بیت بعدی اینو خیلی تأیید میکنه که این غزل مال سوره نجمه. در پس آینه که ضرب المثل هم هست دیگه، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. و ما ینطقان الهوا. بله و ما ینطقان الهوا. الله من اگر خوبم و گر بد چمن آرایی هست، من اگر خوبم و گر بد چمن آرایی هست،
که از آن دست که می پروردم می رویم. آقای سیاری، من اگر خارم و اگر گل نیست؟ من اگر خارم اگر گل، آره ببین اون من اگر خوبم اگر حافظه بر ما رو... من اگر نیکم اگر نیکم بر... اگر تو برو خود را باش، تو برو خود را باش، یه بیت دیگه. آره آره، من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست. من اگر خارم و اگر گل چمن آرایی هست، که از آن دست که او می کشنده می رویم. مرحبا. ولی این جاش سخته ها. یه ما مرد کارهای سختیم حسنه. نه این دیگه فکر نکنم توی سوره نجم باشه. همه هو اعلم بكم، هو اعلم بكم اذ انشأكم. بله اذ انشأكم من الارض، یعنی من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست. او داره می رویاند. هو اعلم بكم اذ انشأكم، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله درست دیگه. ولی بعدی رو همه میتونم بگم، خنده و گریه و عشاق ز جایی دیگر. و انه هو أضحك وأبكى. غزل تموم شد؟ یه بیت آخری هم داره که آخر غزل. اون دیگه سخته، ولی فکر نکنم. خب بخونید. حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی، مکنم عیب که من مشک ختن میبویم. حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی، گو مکنه که من مشک ختن میبویم. که به به گفت، یعنی پیدا کرد. این آخرش نه، آخرش گفت ها این صدقه الله العلی العظیم. آره دقیقاً آیه آخر سوره نجم که حالا نمیشه خون چون آیه سجده داره. ببین تصویر سجده رو چقدر زیبا حافظ در این حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی، در واقع تصویر سجده رو حافظ با این شاعرانه است دکتر، عذاب در آورده. از خیلی سخته، من هر دیدم خیلی سخته. خدا وکیل من دیگه تو این فکر بودم یک آیه خودم درست کنم. آقای امیری اسفندقه، استاد امیری اسفندقه که خدا حفظش کنه و سایش بلند باشه، من توی جمعی گفتم ببین چقدر زیبا، حالا خود ایشون هم تشریف داشتن، گفتم ببین چقدر زیبا این آیه که این آیه علم یجد که یتیمن فآوار و در شعرش آورده. یه شعری برای حضرت رسول داره، اینجوری شروع میشه: مگر یتیم نبودی خدا پناهت داد. اصلا اینجوری شروع میشه. بعد من گفتم ببین حتی وزنش وزن آیه است: مگر یتیم نبودی خدا پناهت داد، علم یجد که یتیمن خدا پناهت داد. خب بعد خودش موند، گفت من به همین قرآن قسم اصلا حواسم نبود به این همسانی کامل وزن و معنا در این بیت، و اصلا حواسش نبود و این بر زبانش جاری شده بود. آره. علم یجد که یتیمن ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
افتخار دکتر محمد مهدی سیار عزیز. متشکرم. لذت بردیم. لذت بردیم. یه بیتی هست. ماشاءالله ماشاءالله. یه بیتی هست که همه دور اون سنگ نوشته ها دیدید از حافظ دور حرم امام رضا است. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی. ها فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستایی. که جز ولای تو هم پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز. آفرین. میان عاشق و معشوق، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از حافظ از میان خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد، که تازه خال تو خاکم شود عبیرآمیز. غزل شاهکاری. شاهکار. به افتخار میزبانانمون، به افتخار دکتر سیار عزیز. این پویش زندگی با آیه هاست. قصه چیه؟ میخوایم هر شب یه آیه رو بخونیم، حفظ کنیم، یاد بگیریم و زندگی کنیم باش. 30 شب 30 آیه. هر کی میخواد تو این پویش شرکت بکنه، عدد 1 رو به این شماره 3011-45 میفرسته. بعد 10 دقیقه قبل از برنامه محفل یه مسابقه برگزار میشه زنده از شبکه 3، و اونایی که میخوان توی این مسابقه شرکت کنن همزمان در روبیکا پاسخ سوالاتی که تو اون مسابقه داره مطرح میشه رو تو روبیکا میدن. سوالات از اون آیه‌ای که تو روز گرفتند، یعنی همون یه آیه، و محتوای برنامه محفله. پس 10 دقیقه قبل از برنامه محفل مسابقه زنده شبکه 3 جواباش رو توی روبیکا میدید. هر کس تو مسابقه شرکت کنه جایزه بینش تقسیم میشه و جواب درست بده، به همراه جوایز دیگر: حج تمتع، حج عمره و کربلا. زندگی با آیه ها. این پویش قراره که نفس کشیدن تو فضای قرآن رو بهمون یاد بده. مردم عزیز و محفلی های گرامی، سلام سلام سلام. عیدتون مبارک، رمضان مبارک. تقبل الله اعمالنا و اعمالكم. پیشا پیش بلاد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی را به شما تبریک میگم. مذ رأیت وجهک الحسن فیک کل ما ارا حسن. در طول عمرم محافل بزرگ زیاد دیدم، اما قرار یک محفل بسیار بسیار بزرگ، اجتماع بزرگ قرآنی برگزار کنیم. محفلی که اگر بگم بزرگترین محفل قرآنی جهان انشالله خواهد شد، سخنی به گزاف نگفتم. کجا که؟ در استادیوم آزادی، در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی. ما منتظر قدوم با برکت شما هستیم. حتما بیایید. کوچیک و بزرگ و پیر و جوان و خرد و کلون، همتون زودتر ثبت نام کنید. عدد 1 رو ارسال کنید به سامانه 1077-57. زودتر و زودتر و زودتر، جانمون اینا. حضور شما میتونه بسیار بر شکوه این محفل بیفزاید و در تمام دنیای محفل انشاءالله دیده خواهد شد. جانمون اینا. ممنونم، اونجا میبینمتون. خدا نگهدار. جنافه هرچه کردم همه از دو
خدمت قرآن کرده. میهمان من از پدری پاکستانی و مادری مراکشی در انگلستان متولد شد. علاقه به فوتبال او رو به تیم جوانان آرسنال کشوند. بله. و قرآن دلش رو ربود. کسی که حالا از چهره‌های ناماشنای تلاوته. این شما و این محمد ایوب عاصف. اهلا شيخ محمد. اهلا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. اهلا بك ان كنت بريطانيا واهلا بك ان كنت مغربيا مراكشيا او باكستانيا او مصريا. نعم كل الهلا فيك. تعدد البلاد كلها يعني. او كنت لاعبا ارسناليا. هذا هو. نعم. الان كجا زندگی میکنه؟ الان وين تسكن هسه؟ انا في لندن. في لندن؟ نعم. لندن هي شوي عن طهران، برج ميلاد فوق من برج ميلاد. لندن. لندن. لندن زندگی میکنه. نعم. بله. خیلی خوش آمدید آقای محمد ایوب عاصف. اجازه بدین که اول تلاوت بکنن. بله. یه صلوات به سبک محفل بفرستین. ببینن میهمان نوازیتون رو نشون بدین تا برامون بخونن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك جميعا إن شاء الله. علينا وعليك يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك. ايوه الله. ايه يا شيخ محمد. ايه ما شاء الله. خلاص المكتوب مبين من عنوانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا شيخ محمد. نعم 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 نعم. الله الله. من البداية كده يعني. من البداية. نعم يا محمد. نعم. مهلك علينا. وقال الحمد لله. يا عيني. الحمد لله. الله. الحمد لله. الله. مهلك مهلك. الله الله الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله 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 الله. يا عيني عليك يا عيني عليك. الله الله الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء.
جل الصانع شيخ محمد عجيب جل الصانع نعم هدف هذا جول جول هذا هدف جل الصانع الله 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 عليك ما شاء الله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يا عيني الله الله نعم الله 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 جل الصانع حتى الله 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 قالت نملة الله قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده الله الله وهم لا يشعرون نعم 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 فتبسم ضاحكا من قولها وقال نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه الله 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 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى الله 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 نعم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا الله 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 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه الله 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 عليك أو لأذبحنه أو ليأتيني سلطان مبين الله الله الله, الله جل نعم الصانع فمكث غير بعيد يا عيني يا عيني فمكث غير بعيد الله الله فمكث غير بعيد الله Wow.
نعم كمان فمن كان غير بعيد الله عين يا عين فمن كان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ الله وجئتك من سبأ بنبأ يقين الله 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل الله 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 بارك الله كم ابداع ما شاء الله ما شاء الله جميل ما شاء الله عليك حسنا يه سؤال ازش بكون نعم نعم بگو بازی فوتبال تو تیم ارسنال سخت تر یا تلاوت تو محفل من الاصعب عندك اللعب ارسنال كره القدم ولا التلاوات لا التلاوه طبعا التلاوه اصعب التلاوه اصعب تلاوات برای من بسیار دشوار لا والله تلاوت یه جور دیگه است. شما یه ساعت و نیم فوتبال بازی میکنین انقدر خسته نمیشین که با تلاوت قرآن؟ تلاوت قرآن کل انرژی بدن رو میکشه و جسم رو خسته میکنه. اولا های صورتک؟ عکست رو ببین. شوف صوره. این بازیکن تویی؟ بله بله من هستم. در ورزشگاه ومبلی بازی میکردم. کن حارسن للمرمى. دروازه‌بان براش. این نمیشه. گل میزنه. حیاک الله یا حبیبی. ما میدونیم توی سفر بودی و خسته شدی. بله امروز رسیدم. ولی تلاوتت امروز عادی بود. شما در فوتبال در چه پستی بازی میکردین؟ من هافبک بازی میکردم. یعنی وسط زمین. وسط زمین بازی میکردی؟ بله دقیقا یعنی 4-4-2 بله 4-4-2 من از ایش آیه چیز ترجمه کن حسنین بله من از ایشون ممنونم تلاوت بسیار زیبایی داشتن بسیار روان ولی خب خسته بودن خسته سفر بودن این طبیعیه اینو بخونم حامد یقول انقدر ظروف السفر و هذا بالضبط ولكن تلاوه جدا رائعه جدا يعني قدمت تلاوه سلسه ولطيفه يعني ما من شخصا دوست داشتم دخالت تو تلاوت ایشون بکنم ولی ایشون منو سر ذوق آورد و دوست داشتم با ایشون بخونم يقول ما حبيت اقاطعك لان كنت مستانس بالتلاوه صح ولكن انت جذبتني وجبرتني اقرا وياك الله يبارك ما سفرهای خارجی با ایشون داشتیم دوست عزیز من هست خاطرات خوبی سافرتوا مع بعض يعني ظاهرا سابقا و جالب این که آقای محمد ایوب آصف از کشور سوئیس به دعوت برنامه محفل ایران اومدند یعنی انگلیس؟ بله از اون در سوئیس اومدن چون سوئیس بودن بله بله صحیح و با پرواز چند تا پرواز بالاخره ما دعوتشون کردیم میهمان برنامه محفلند لطیف و برای اونایی که از الان دارن ما رو تماشا میکنن در آستانه افطار بگم که آقای محمد ایوب آصف متولد انگلیس بازیکن تیم آرسنال و از قاریان مشهور و مطرح بین المللی میهمان برنامه محفل بودند و اگر حسنین بله. تو همین فاصله که تهران رو گشتن نگاهشون به تهران و سرزمین ما اصلا اومده بودن قبلش ایرانی اول زیاره الک نعم
هاي اول زياره اول لك اول مره اول زياره نعم. لا والله اول مره أول كيف وجدت الجمهور ايران رو توی حوزه تلاوت چطوری دیدی و قبلش چطوری فکر می‌کردی؟ لا معروفين طبعا طبیعتا قاریای ایران همشون شناخته شده هستند. تلاوت‌های قاریای مصری در دنیا معروف و مشهور هستند و شما دوست شیخ محمود شهاد هستین و پدر بزرگوارشون برای ما عزیزن. البته قاریای ایرانی هم تلاوت‌های ماندگاری دارن. فکر می‌کردی که بتونی در ایران در مقابل مردم ایران حاضر بشی و تلاوت بکنی؟ طبیعتاً برای من باعث افتخاره و اینو از برکت قرآن میدونم و انشالله حتما یک بار دیگه میام و به برادرانم میگم که برای من باعث افتخار هست. شیخ محمد کیف وجدت از نظر شما فصل قبلی برنامه محفل چطور بود؟ با توجه به اینکه شما توی مصر هستی و البته به خیلی از کشورهای دنیا هم سفر میکنی. والله لا البرنامج یعنی فكره جید و فکر جدید. ایده این برنامه ایده جالب و جدیدی بود و این برنامه بسیار اثرگذار بود و باعث نزدیک شدن مردم به قرآن شد و خیلی ها قرآن رو با صدای خوش میشنیدن و برنامه واقعا زیبایی بود. كنت ما تفهم اللغه الفارسيه اكيد ولا زلت شما زبان فارسی متوجه نمیشین و خیلی هستن که زبان فارسی رو بلد نیستن، اما شما گفتین که این برنامه برای خیلی اثرگذار بود و با اون ارتباط گرفتن. چطور میشه که یکی که زبان رو نتونه متوجه بشه بتونه با برنامه ارتباط بگیره؟ ما هو لغه اون چه که هست زبان قرآنه که در دلهای همه مردم اثر میذاره و وقتی که قرآن با دل و جان تلاوت میشه در قلب همه به بهترین شکل میشینه و اثر میذاره. شيخ محمد نصفق لك اول مره الله يبارك فيك. عندي سؤال اخير تفضل. من اسئلك قول حسنين تمام؟ تمام. تحبني ولا تحب حامد اكثر؟ لا حامد حامد لا 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 حامد انت والله حامد لحظه انت شما سفر به عراق داری، حتما در آخر ماه رمضان برای زیارت به عراق میای. حالا بگو که من رو بیشتر دوست داری یا والله احبكم الاثنين. لا سؤال اخير فعلا و سؤال آخر من، قبل اینکه حامد رو بشناسی فکر میکردی یه ایرانی همچین تلاوتی داشته باشه؟ انا كنت اعرف الشيخ حامد. بله من آقای شیخ حامد رو میشناختم. اما این سبک در تلاوت سبک مصریه. طبعا منظورتون تلاوت شیخ حامده؟ خب طبیعتا شیخ حامد قاری بزرگی است. انا ويا اعداء للابد ولكن نقول الحقيقه اننا من حقیقت رو میگم، ما عرب هستیم و وقتی میبینیم که یه شخصی به زبان عربی نیستش و فارسی صحبت میکنه، حتی اگه میخواد به عربی فصیح با ما صحبت بکنه سخت صحبت میکنه، اما زمانی که تلاوت میکنه انگار یکی از بزرگترین قاریای دنیاست. والعالم كله عرف وايضا الشيخ والرجل العجوز العجوز احمد رجل العجوز ابونا شيخ ايشون استاد قديمي ان كل الهلا فيك شرفنا يا حبيبي الله يخليك. خب تشويق بكونيد استاد محمد ايوب عاصف اشكرك حبيبي تفضل مع من برای همتتون یه یا علی میخوام. ماه رمضون خدای یکی رو نه صد تا بلکه چند صد هزار تا حساب میکنه. پس اگر آماده ایم برای اینکه تو این مسابقه خدا عقب نمونیم، طرح اکرام ایتام به نظرم یه مسیر خوبه، یه مسیر مطمئنه، یه مسیر قابل اعتماده. رفقای من در کمیته امداد طرح اکرام ایتام رو خصوصا برای این ماه ویژه قرار دادن. همیشه میشه ها، ولی ماه رمضان یه لطف و یه صفا و یه برکت و یه اجر مضاعفی داره. شما میتونین از یه دونه یتیم تا هر چند یتیمی که استطاعتشو دارین به فرزندی قبول بکنین و با واریز مبلغش به این آدرسایی که حالا داره زیر نویس میشه توی طرح اکرام ایتام شرکت بکنین. دست دهنده محتاج نشه، بگو یا علی. سلام علیکم آقای عرب. سلام علیکم، احوال شما؟ خوش اومدین. خوش اومدین. خیلی ممنون، متشکرم. سال نو مبارک. سلام میکنم خدمت شما. آقا چطوری؟ عیدتون مبارک باشه، زنده باشین. ممنونم، متشکرم. خیلی خوش اومدین. چون ایام عید هست گفتم یه مقدار عیدی بدم خدمت شما. دست شما از لای این قرآن خواهش میکنم.
استدعا میکنم اگه شما لطف کنید اینو راست بوده اول قرآنو میبوسیدن دیگه استدعا میکنم قربونتون برم دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه اینا رو من عیدی بدم بله شما لطف کنید به دوستان بفرمایید دستتون درد نکنه دستتون درد نکنه میبینیم همه ای بابا خداحافظ ورزش بالا نکشن رو نه با این عیدی من پولدار میشم نه شما دارا ولی محفوظ عید حالا چقدر بود ما که نفهمیدیم انا اورید ان سلم علی ایضا من چه اشتباهی کردم همه پولو تحویل ایشون دادم من بعد قبلش با تایید کننده صحبت میکردم اشتباه نه آقا شما خیالت راحت یه هماهنگی میکردی بهتر بود دست آدم امانتدار میدادی خب آقای عرب چطورین؟ الحمدلله خدا رو شکر من سالها پیش شما رو دیدم و خیلی شکسته شدین آقا بله دیگه من داشتن همسر همین صفات رو داره دیگه همسر خوب همسر خوب همسرتون و فرزندانتون تو جمعن درسته؟ بله بله تشویق بکنید خانواده آقای عرب رو الان این مدح بود یا زم بود الان این؟ مدح شبیه زم مدح که زم ربنا سلام الله سلام قولا من رب رحيم الله 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على آقای عرب عزیز چی شد آقا نموندین آمریکا؟ والا خدمت شما عرض کنم داستان من قبل از هجرت به ایران چندین سال قبل با این کتاب قرآن در سفره هفت سین شروع میشه این قرآن همون قرآن است که 63 سال پیش مادر بزرگم به همراه خودش برده بود در آمریکا چند سال بعد من زمانی که 13-14 سالم بود به همراه خانواده ملحق شدیم به عموم و خانواده عموم در امریکا در حومه واشنگتن دی سی وارد امریکا که شدم اون جو رهایی و اون سبک زندگی که در کشور غرب هست که مرسومه برای خیلی از افراد رایجه اون یه حالتی من رو گرفت واقعا فکر کردم خب این سبک زندگی چه سبک زندگی خوبیه خط قرمزا خیلی پایینه شما هر کاری دوست داری میکنی با همون سبک زندگی زندگی کردم من در سن 24-5 سالگی 26 سالگی یه چیز نزدیک شاید مثلا 23-24 تا کارمند داشتم این افراد رو تعلیمات میدادم تو بیمارستان ها نرسینگ هوم ها بوردن کیر فسیلیتی ها می بردم می زاشتم خودم هم نظارت می کردم و کار رو پیش می بردم ولی خب با همون فرهنگ رهایی داشتم زندگی می کردم دیگه یواش یواش اسباب بازی بزرگترها رو جمع می کردم دیگه جت اسکی و نمیدونم موتورسیکلت و نمیدونم بی ام و فلان و اینا یه پامون لاس وگاس بود یه پامون مثلا تو کلوبای هالیوود بود حالا این شرایط سبک زندگی بنده هست توی شهر لس آنجلس و اونجا در منزل مجردی که بنده داشتم خب نصف منزل آلات موسیقی بود نصف منزل مثلا ساز می‌زدین بله من خودم جاز می‌زدم بچه‌ها می‌اومدن گیتار کیبورد چیزای مختلف بود در منزل من و مثلا مشروبات الکلی بود همه چی بود اگه یه نفر می‌خواست یه جایی مثلا تفریح بره یا مثلا یه خانم می‌خواست خوانندگی تمرین کنه میگفت خب بریم خونه محمد می‌اومدن اونجا ما کمکشون می‌کردیم تمام شب میزدن و میرخصیدن اینا من خودم هم خیلی مهمان نواز بودم همه جوره سعی میکردم که پایه بودی شرایط کنی. مناسب باشه و حالا اونجا یک سفره هفت سین خواهرم اومده در همون منزل بالای این فایرپلیس چیز شومینه یه سفره هفت سین چیده این قرآنی که 63 سال پیش مادر بزرگم اوورده بود امریکا رو توی اون سفره هفت سین قرار داده بود من
تصاویر از کارنوال برزیل دیده بودم. خیلی مشتاق بودم که برم اون بیبندوباری و اون چیز رو از نزدیک ببینم و خیلی مشتاقانه این سفر رو ترتیب دادم که هم برم و این تجربه رو داشته باشم. آقای برم... عرب اینو من بگم، این کارنوال برزیل که آقای عرب دارن میگن دیگه ته ماجراست. بله متاسف. درسته آقا؟ چون بله یه بار قصه‌شو از شما بله. یعنی به لحاظ تفریح و لذت و دنیایی و اینا همینقدر بگم ته متاسفم. میتونیم از شما خواهش بکنیم که، یا من میتونم خواهش بکنم یه چند تا از عکسای اون دورانتون رو بندازیم مردم ببینن؟ بله خواهش. اشکالی نداره؟ نه چه اشکالی داره، خواهش من استدعا میکنم. آقا چقدرم خوشتیپ بودین خدایش. کجاست اینجا؟ کجاست؟ آ بله در قاب انداخت. اینجا کالیفرنیا است، دقیقاً مین استریت نزدیک منزلمون. دقیقاً روز قبلی که من می‌خواستم برم کارنوال این عکس رو گرفتم. از اینجا من سفرم با این قرآن شروع شد و باید به شما بگم چه اتفاقی افتاد. بله. من وقتی از خونه داشتم میومدم بیرون، کارنوال با قرآن، برای چی قرآن بردید؟ همون می‌خوام به شما بگم چه اتفاقی افتاد، اتفاق عجیب. خواهر من که داشت میومد منزل ما و من داشتم میرفتم به سمت فرودگاه LAX که برم به سمت کارنوال برزیل، وقتی متوجه شد که من مسافر هستم و با یه لباس خیلی ساده دارم از خونه بیرون میرم و سمت برزیل دارم حرکت میکنم برم سوار هواپیما بشم، گفت صبر کن صبر کن صبر کن یه دقیقه وایس اینجا. رفت داخل خونه و رفت این قرآن رو از روی سفره هفت‌سین برداشت و آورد و گفت بیا از زیر این قرآن رد شو. من به احترام خواهرم وقتی از زیر این رد شدم و بازش کردم و دیدم ترجمه فارسی داره، یه طرفش عربی یه طرفش فارسی، گفتم چه بهتر بذار به جای اینکه این کتابی که دارم همراه خودم میبرم بذارم زمین، این قرآن رو ببرم بخونم، حتما یک سری حرفای بی ربط توی این قرآن هست، اونا رو در میارم، خواهرم هم اصلاحش میکنم که دیگه این قرآن رو بذاری کنار. این خرافات چیه؟ این حرفا چیه شما میزنین؟ بله. و بعد این قرآن رو به همراه خودم بردم رسیدم شهر ریو دی ژنرو، دیدم به چه خبره، همه دارن رقص لامبادا میکنن، چی کار میکنن تو خیابونا و اینا. گفتم چه جای خوبی اومدم. نه باور کردم که رفتی اونجا باور. بعد گفتم به این همون جاییست که من میخواستم باشم، اصلا تو پوست خودم نمیگنجیدم باور کنید. یعنی وقتی رفتم هتل چکین کردم گفتم یه دو ساعت بخوابم استراحت کنم، 13 ساعت تو راه بودم که بعد با شوق برم به سمت این داستانی که داره تو شهر اتفاق میفته، شهر ریو دی ژنرو. خب تنها کتابی که همراهم بود قرآن بود، کنار تخت اون رو گذاشتم و بازش کردم از اول شروع کردم اون رو خوندن. این از کتابی که راهنمای پرهیزکاران است، آنان که به عالم غیب ایمان دارن، آنان که این صفات رو دارن، میگه و میاد به یک جمله میرسه که برای من خیلی عجیب بود اون جمله، که من این اول قرآن رو 13-14 بار خوندم و هر وقت میرسیدم به اون جمله دوباره برمیگشتم از اول میخوندم و اون جمله این بود که من رو مخاطب خودش قرار میداد. بعد از همه اون مطالبی که مطرح میکرد میگفت و اگر تو را شکیست در این قرآن که نوشته شده باشه به دست انسان، بیا برید مانند آن یک چپتر یک سوره و گواهان خود را بخوانید و اگر این کار را نتوانید کرد بترسید از عذابی که برای انسانهای لجباز فراهم شده، آنها که حقیقت را میبینند ولی قبول نمی کنم. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله الله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله الله ما شاء الله
الله تبارك الله. نعم جل الصانع. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نستجير بك يا رب. أعدت للكافرين. الله الله الله. أحسنت. يك شيزي كتو ذهنم شكل گرفت که البته روز بعدش بود که من تصمیم گرفتم جدن که تکلیفم رو با این کتاب مشخص کنم و اون این فکر بود که چرا راجع به این رجزخوانی سریع قرآن که در دومین صفحه قرآن این ذکر شده چرا مادر پدر به من نگفتن؟ چرا معلمینی که در دانشگاه ها، مدارس، کالج، هر جا بالاخره کسانی که اهل علم هستن اینها مثلا اشاره‌ای به این موضوع نکردن که محمد مثلا تو از کشوری اومدی که اونجا انقلابی رو شکل داده بر اساس این کتاب که یک همچین رجزخوانی هم در اون هست که هنوز که هنوزه مثلا کسی نتونسته مثل و مانند آن یک سوره بیاوره. البته روز بعد که من به شما میگم دقیقا ببینم اون شب نرفتیم بیرون آقای عرب. اون شب بیرون نرفتم. یعنی اون شب خواستین صبح... استراحت کنین که برین برسین. من بیهوش شدم دیگه اون شب تا صبح بعد از خواندن قرآن و فکر کردم راجع به این آیات خوابیدم. صبح فردا از اونجا دیگه وارد کارنوال نشدم و راهمو کج کردم رفتم سمت جنگل‌های آمازون، جنگل‌های برزیل. و سفری که قرار بود 6-7 روز بیشتر طول نکشه یه چیز نزدیک 40 شبانه روز طول کشید و من در 40 شبانه روز خودم رو مجاب یعنی وادار کردم که 2/3 این کتاب رو بخونم و با این کتاب آشنا بشم. و راه من خیلی راه سختی بود. تو جنگلا زندگی میکردم، توی یه به اصطلاح نانویی داشتم که اینو به درخت ها میبستم و توی این مثلا شبا میخوابیدم که به توصیه خود افرادی که اونجا زندگی میکردن اونا اومدن گفتن اینو باید بالاتر ببندی چون این خوکای وحشی میان از اینجا رد میشن، این دندوناشون ممکنه بره توی پهلوی شما. یه همچین شرایطی رو مثلا من در 40 شبانه روز پشت سر گذاشتم با قرآن. وقتی که من برگشتم به شهر لس آنجلس و توی قرآن هم خونده بودم که اگر شما در ماه رمضان نتونستین روزه بدارید، تقویم رو که نگاه کردم دیدم ای من کل ماه رمضان رو توی آمازون بودم و روزه نگرفتم، من باید روزه بگیرم. این بود که خواهرم وقتی از من خواست بریم با هم بیرون نهار، بهش گفتم من نهار نمیخورم، من از امروز روزه گرفتم. گفت چطور مگه؟ گفتم تو این کتابی که بالا سر من گرفتی نوشته شما باید نماز بخون، شما باید روزه بگیرید. من ماه رمضان رو نتونستم چون تو سفر بودم، از امروز شروع کردم روزه گرفتن. اگر میتونی یه نفر رو پیدا کن که من نماز خوندن یاد بده. تقریبا بعد از اینکه مطمئن شدم که قرآن معجزه خداست و مثل و مانند نداره، من با این دو ابزار روزه و نماز شروع کردم فرهنگ اشتباه غلط خودم رو تبدیل کنم به یه فرهنگی که در چارچوب این آیات بگنجه، تقریبا نزدیک بشم. ولی خب راه خیلی سختی بود. یادم یه دفعه به اصرار دوستانم در شهر لس آنجلس رفتیم پای کنسرت این آقای ابی نشستیم و اونا اصرار کردن که باید بیای، نه خیلی وقت با ما هیچ جا نمیای و باید بیای. من نشسته بودم توی کنسرت هم نگاه میکردم مردم شمع دستشون گرفتن چیکار میکنن، محرم و نامحرم همه کنار هم نشستن، من داشتم آهنگو گوش میکردم. این آقای ابی وقتی آهنگش تموم شد برگشت توی میکروفون بلند گفت ماشاءالله
من یه دفعه یادم افتاد که نماز عشامو نخوندم. بلند شدم دویدم رفتم توی پارکینگ. و نمازمو خوندم و وقتی اومدم دوباره بیام وارد کنسرت بشم، همین درو که باز کردم دیدیم بعضی وقتا از یه فضای سرد میره یه فضای گرم، این حرارت میخوره تو صورتتون و شما رو یه شوکی به شما وارد میکنه. من همین درو که باز کردم یه دفعه گفتم محمد چیکار داری میکنی؟ تو لحظه پیش سجده کردی، خدایی که دست تو گرفته فرصت دوباره به تو داده و تو رو قبولت کرده و تو داری راه اونو میخوای بری. حالا اینجا در کنار افرادی که دونسته یا ندونسته دارن حکم اونو زیر پا میذارن چی کار میکنی؟ در رو بستم اومدم و گفتم نه من نیستم. رفتم سمت منزل. بعدن دوستام زنگ زدنده نامرد کجا رفتی چیکار کردی اینا، ولی همون شد، یعنی منو تشویق کرد که برم به سمت خدایی که یک فرصت دوباره به من داده بود. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الله 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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله ما شاء الله. يا خوندن خطابش یا ایها الذین آمنو نیست، خطابش کل عالمه. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا و انزلنا الیکم نورا مبینا. خب این نور به هر کی بخوره اگر واقعا ابای استکباری نکرده باشه. ایشون فرمودن من خوشم نیومد، ولی عبا و استکبره نبود، شیطانی نبود، خوشش نمی اومد به دلیل تبلیغات مسمومی که به ایشون رسید خوشش نمی اومد. اگر کسی اینجوری نباشه و در مقابل نور قرار بگیره، در مقابل برهان قرار بگیره، در مقابل بصائر قرار بگیره، ویژگی هایی که خود قرآن راجع به خودش گفته، پشت نکنه به نور حتما نورانی میشه. داستان آقای عرب داستان آقای عرب فقط نیست، هر کسی هست. واقعا بدون اینی که بخواد انکار بکنه از اون اول جلوی نور قرآن قرار بگیره. برای همین است که رهبر عزیزمون نامه‌ای که به جوانان اروپایی و آمریکایی می‌نویسن دعوت می‌کنن به این که آقا خودت بشین قرآن رو بخون، قرآن رو خودت بشین بخون. اگر خودش کسی بدون انکار و استکبار بخونه حتما این نور تأثیر میذاره در احسن. خدایا انشالله، خدایا خداوندا تو رو به حق این سال 1403 و این نوروز عزیز و این ایام مبارک دل ما رو به نور قرآن منور بگردان. سه چهار سال بعد از اینکه ایمان آوردم سریع ازدواج کردم و اون ازدواج خیلی برای من ارزشمند. یعنی همسرتون همراه بود باهاتون؟ بله، من همیشه به خانومم میگم باور کن شما یک چوپان هستی برای من.
چون ببین توی این مسیری که انسان میره شما چی هستی؟ بره یا گرگی؟ من بره هم گرگ چون... چوپان نمیخواد بابا جان آخه چوپان با گرگ چه نسبتی داره؟ چند سبایی است که دامداری و کشاورزی میکنم مثال هم دیگه داره تغییر میکنه ببخشید منو خواهشن ولی... تو مثالات از ما استفاده نکن واقعا توی این راه یه همراه میخواستم یه کسی که حواسش به من باشه ببخشید من باید دوستان رو کنترل کنم بله شما کنترل کنم خیلی خوب بود و همسرم اون نقش رو بر من بازی کرد الحمدلله ولی خب چی شد که اومدیم ایران این خیلی مهمه حالا بغیر از این که خب اینجا من در زیر سایه مرجعیت هستم و اونجا در زیر سایه طاغوت بودم خب این خیلی فرق دیگه شما یه جا داری زندگی میکنی هر روز بلند میشی میگی من امروز باید یک فرد مثبت باشم برم جامعه‌مو بهتر کنم داری جامعه‌ای رو بهتر میکنی که اهدافش دقیقاً مخالف اون چیزیست که این کتاب مثلا به من ترسیم کرده متوجه بنابراین وقتی که مثلا تو اون جامعه شما صبح بلند میشی میخواد اون مسیر رو بری دو بار راجبش فکر میکنی خب اومدن به ایران یکی از موتیویشنای من همین بود که من جزء ظالمین نباشم من اگه مثلا روز قیامت من رو صدا بزنن چون میدونین که سوره 17 آیه 71 میگه خداوند میفرمایند که ما روز قیامت هر قومی را با امام زمانشون صدا میزنیم و اونها رو میخوانیم که بیان و ترسیدم اون روز مثلا من رو صدا بزنه و من زیر مجموعه آقای ترامپ و امثال هم باشم و با اونها مثلا محشور بشم به محشر این بود که خودم رو فاصله دادم یوم ندعو کل اناس بی امامیم نعم الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم الله بعد از اینکه آدم با قرآن و تاریخ اسلام آشنا میشه بد نیست که با نهج البلاغه آشنا بشه در کنار قرآن کتاب نهج البلاغه رو تهیه کردم البته اون کتاب بسیار سخت بود برام خوندنش باورم نمیشد اتفاقاتی که برای امیرالمومنین داره میفته و ایشون داره بیان میکنه بعضی جاهاشو اصلا بعضی از خطبهاشو نمیتونستم ادامه بدم بخونم اشک از چشام را جاری میشد و میبستمش میرفتم دوباره یه شب بعد میومدم سراغ این کتاب و دوباره ادامه اون خطبه را میخوندم یا علی مدد مولا يا علي مدد مولا اي جان جانان علي يا علي مدد مولا اي جانم يا علي مدد مولا خانه دل ما را از کرم یه بار دیگه خانه دل ما را از کرم امانت کن پیش از این که این خانه رونهد به ویرانی پیش از این که این خانه رونهد به ویرانی یا علی مدد شراب روحانی ساقیا بده جامی زان شراب روحانی تا دمی بیاساید زین
حجاب ظلمانیم تا دمی بیاسایم زین حجاب ظلمانیم یا علی مدد مولا یا علی مدد مولا یک جان جانانم علی یا علی مدد مولا یک جانم یا علی مدد مولا وانا داخل على عتاب وعلى القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة وانا داخل على عتاب وعلى القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة واني لمدح محمد وعلي ابن ابي طالب واني لمدح محمد وعلي ابن ابي طالب بالله نظرة يا سيدي يا صانع العجائب بالله نظرة يا جدة يا صانع العجائب الله 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 آرسالت آرسالت خواهش خواهش جا ایشون که آقای عرب اومدن تو دو تا چیز چش منو گرفت چفیه. یکی قرآنی که دستشون بود یکی چفیه فلسطینیه این چفیه این چفیه چفیه فلسطینیه تا آقای عرب داره توضیح میده من نیت کردم این ایدی های آقای عربو بدم به بچه ها اصلا حضرتش به دل شما بمونه آقای عرب بفرمایید آقای عرب آمنو رو دیدم هاجرو رو هم دیدم الذین آمنو هاجرو رو هم دیدم جاهدو هم رو گردنش علامتش هست این جاهدو رو برای من توضیح بده امروز در فلسطین ما صدای کسانی رو داریم میشنویم که میگوین آیا کسی هست به ما کمک کنن؟ احسنت ببینید این صدا کی در تاریخ شنیده شد و آیا ما هستیم که به اونها کمک کنیم؟ آیا ما در صحنه مثلا هنر هستیم؟ آیا ما در صحنه مثلا کار و فعالیت تجارت هستیم که به اونها کمک کنیم؟ آیا ما در مدارس و آموزش پرورش هستیم که به اونها کمک کنیم؟ آیا ما در روزمرگیمون هستیم که به اونها کمک کنیم؟ اگر هستیم که خداوند ما رو حتما دستمونو میگیره و راه رو برامون باز میکنه اون فلسطینی که جاش خوبه اون که داره با شهادت شیرین میشه زندگیش کامش داره شیرین میشه دیگه از این بعد ما باید نگران خودمون باشیم اگر نیستیم والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمة الله آقای محمد عرب آرزویی هم داره الان آرزوم؟ خیلی آرزوها دارم ببین آقای عرب بذار من بی‌تعارف بگم الان خیلی از مردم شما رو میبینن میگه آقا من و این صحنه و این اتمسفر صداقت شما رو کاملا دریافت اما خیلی ممکنه بگم بابا از اون سر دنیا ول کردی اومدی ایران نمیدونم تحریم مشکلات الان شما شاید زندگی گذشتت آرزوی خیلیا باشه بله درسته بی تعارف بی تعارف وسط این همه آخوند آره وسط این همه آخوند واقعا حالا منظورم اینه اصلا اومده که بیاد وسط آخوند یه دونه شم دست برام اومده که بیاد شما نمیدونی اصلا من قم زندگی میکنم دیگه تهرانم زندگی نمیکنم مهمترین آرزو تو بگو حالا خیلی چند تا ولی یه دونش رو بگو که مهمتره مهمترین آرزوم اینه که لبخند رو روی لب سید علی ببینم ببینید این مهمترین آرزومه یعنی موفقیت رو داریم میبینیم ولی لبخند رو من رو لب ایشون ببینم یک محمد عربی که از راهی طی شده برای شما سخن گفت
و جذابیت ماجرا هم همینجاست. یعنی وقتی شما تجربه میکنی و برمیگردی، باورت و ایمانت اونجا راسخه. اتفاقا این رفت و آمدها و این تحول که زیباست و نباید از این تحول و گفتن از این تحول بهراسیم. امیدوارم که دلامون، وجودمون به نور قرآن و اهل بیت منور باشه، خصوصا تو این سال نو، و هممون در مسیر شدن و تحول. به افتخار آقای عرب. ممنونم. زنده باشیم. متشکرم. من اومدم این قرآن رو ببوسم. آقای عرب. بفرم. آره سالت. من اومدم این قرآن رو ببوسم. هم شما رو ببوسم، همین قرآنی که چند بار افتاده تو آب. نه این قرآن یه بارم گفته شد، قرآن یعنی این قرآن. وقتی که به آدم ها میگن قرآن خونتون رو برده بیار، یه چیزی میاره اول فوت میکنه، گرد و خاکشو بگیره، بعدش باز میکنی قرش قرش صدا میده، یعنی که باز نشده تا حالا. این قرآن 63 سال تو این خونه بوده و ایشون رو هدایت کرده این قرآن. این چیز کمی نباید باشه. آقای استاد ایدی های لاش دیگه تموم شده آقا. هرچی هم ببینم لاش ایدیاش هست، ایدی توش نیست، تموم شده آقا. همش ببینم اگه به نیت ایدی اومدین دادم به بچه. نه هست. خیلی ممنونم آقای عرب، خیلی ممنونم ازت. زنده باشی. متشکرم. الجليل الكريم الرقيب.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.